بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا. بینندگان گرامی و دوستداران برنامه اقرا، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه ها. امروز تا یک ساعت دیگر انشاءالله یکی از موضوعات خیلی مهمه به بحث و بررسی میگیریم که عبارت از رابطه ایمان با اخلاق است. برای هر مسلمان درک و دانستن پیوند ایمان با اخلاق از موضوعات خیلی مهم و اساسی به شمار میره، به خاطری که باور برداشتی در جامعه ما جا افتاده که شخص مؤمن شخصی است که به تنها فقط به نمازها پابندی داشته باشه، روزه بگیرد و از اجتماع به دور باشه و با مردم سر و کار و روابط نداشته باشه. از نقطه نظر دین مقدس اسلام چنین زندگی محکوم و پسندیده نیست، به خاطری که شخص مؤمن امو قسمی که نماز بالایش فرض است و روزه بالایش فرض است، داشتن روابط نیک انسانی هم بالایش فرض است. خیلی از مسائل اخلاقی است که باید رعایت شود. تعاون با فقرا و مساکین، احسان و همکاری با والدین، تعاون و دستگیری بیچارگان و نزدیکانی که اقشار مستضعف جامعه هستند، اینا همه مسائلی است که با عنوان احسان به والدین، صله رحم و مسائل دیگر قرآن کریم تاکید کرده روی زی. به این خاطر یکی از بخش‌های مهم ایمانی را اخلاق تشکیل میده. اگر اخلاق یک انسان ضعیف باشه، مؤمن کامل شده نمیتونه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمن از لحاظ ایمان کسانی است که اخلاقشان کاملتر است. و خیارکم لنساء، در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین شما امو اشخاصی است که با همسرانشان نیکی میکنن. خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی است که با خانوادهش اخلاق نیکو و شایسته می داشته باشه و من نیکوترین شما به لحاظ اخلاق با خانواده خود هستم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معلم اخلاق است. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاق یک رکن اساسی و یک بخش اعظم دین مقدس اسلام تشکیل میده. اگر اخلاق نباشه ایمان نیست. حتی در برخی مسائل میایه که برخی رذایل اخلاقی هست که اونا با ایمان یک جا جمع نمیشه، مانند بخل و مانند حسد، همچنان مانند کبر، غرور. این مسائل از رذایل اخلاقی است که وقتی اینا به قلب داخل میشه ایمان گویا کوچ میکنه. تعبیرهایی در حدیث میاد که اینا در تضاد و تناقض مطلق با ایمان هستند. به این خاطر بود اخلاق یا رابطه اخلاق با ایمان از موضوعات خیلی مهم و اساسی به شمار میره. در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد که ایمان 70 و چند شاخه است، یا الایمان بدان و 70 شعبه، افضلها قول لا اله الا الله. بلندترین شاخه ایمان کلمه توحید است، لا اله الا الله. و ادناها، پایینترین شاخه ایمان، اماطة الاذى عن الطريق، دور کردن یک شی اذیت کننده از راه است، مانند یک سنگی که در راه افتاده یا یک خاری در راه افتاده که باعث آزار اذیت مردم میشه، یا هم یک گندگی در راه است که باعث اذیت مردم میشه، بدبویی داره، یا از این قبیل مسائل، حتی یک پوست کیله و یا چیزهایی که در راه افتاده می باشه. این را دور کردن از راه یکی از شاخه های ایمان است، یکی از شعبات ایمان است. و الحیا شعبه من الایمان، حیا هم یک بخشی، یک شاخه از ایمان است. اینجا نشان میده که 70 و چند شاخه که ایمان داره، یکی از او شاخه ها حیاست، شاخه دیگری عدالت است و شاخه دیگری امانتداری است، صداقت است و همچنان عفت و پاکدامنی است، نیکویی به والدین، همکاری و تعاون با زیردستان، رعایت صله رحم و همین قسم صبر و شکیبایی پیشه کردن، شکر کردن، اخلاق نیکو با مسلمانان، احترام به بزرگان و شفقت ورزیدن به کسانی که سالشان سن و سالشان پایین تر است. اینا همه از شعبات ایمان به شمار میره. بله؟
بله بله بفرمایید خواهر خوش آمدین. ببخشید ما به خاطر بیادرم یک نبض اگر دن گرفته بودیم یازده سال تقریبا نبض رو شبگی ها نکردیم. نبض دیکچه بود، هر سال میکردیم. نظر دکچه چی اسیره میشه؟ کمی توضیح بدین خواهر گرامی. متاسفانه تماس موقت شد، سوال مکمل نگرفتیم. خواهر ما پرسش شانی بود که نظر کردن به خاطر برادرشان و نظر دکچه، معلوم نیست که نظر دکچه چیست. رسوم و سنت های غیر شرعی و بیهوده از گذشته ها در جامعه ما به جا مانده که شکل فرهنگی را به خود گرفته به عنوان نظر دیکچه، خیلی جای تأسف است که چنین مسائلی به دین نسبت داده میشه. نظر مشروع و نظری که شریعت اسلامی تایید میکنه همون نظری است که به خاطر انجام یک عمل، به خاطر رسیدن یک نعمتی یا به خاطر رسیدن یک خوشی و خرسندی انسان نظر میکنه که یک امر شرعی را انجام بده، خیرات بکنه، گوسفند بکشد یا هم یک روز روزه بگیره یا نماز تهجد بخوانه یا یک امر خیری را انجام بده. نظرهایی که به عنوان نظر دکچه و نظر بیبی و نظر فلان و فلان مروج است، کلش نظرهای جاهلیت است، بدعت است و حتی در برخی موارد میتونه شرک باشه، در صورتی که نظر به خاطر غیر خداوند متعال و از امور شرعی نباشه، نظر در غیر امور شرعی باشه، هدفش خداوند متعال نباشه و نظر شرک است و انسان از دایره ایمان میکشه. ما امیدوار هستیم که ما به عنوان مسلمان، به عنوان مؤمن دین خود درک بکنیم. این دین دینی نیست که نظر دیکشه و نظر بیبی و نظر فلان و فلان دی باشه. دین است که نظام اخلاقی رو بر ما میآموزاند، نظام خانوادگی رو میآموزاند که چگونه زندگی بکنیم با هم، طرز تعامل و زندگی با دیگران چگونه باشه، سیستم اقتصادی زندگی ما چگونه باشه و تعاملات درس و تعلیم و زندگی انسانی در مجموع چگونه باید باشه و در ضمنش نماز از روزه از زکات از حج است که تعریف شده و تشریح شده. اما این نظرهایی که مروج است کلش نظرهای جاهلی است و هیچ گونه اساس و رابطه به شریعت اسلامی نداره. اگر کسی نظر کرده و نظر مردود است و بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم یک سوال داشتم. من چند روز پیش خواب دیده بودم که فیض چاق قربان شده. این شما از دیدگاه اسلام چی تعبیر میکنه؟ چه شده بودین شما خواهر؟ خواب دیدیم که فیض چاق قربان شده. شما از دیدگاه اسلام چی تعبیر میکنه؟ بسیار ببخشید درست نگرفتم پرسشتانه خواهر گرامی. استاد خواب دیدیم که متاسفانه تماس ما قطع شد. خوابهای نیک از نقطه نظر شرعی پسندیده است. وقتی که انسان خوابهای نیک میبینه باید به شخص نیک او را بگوید تا تعبیرش کنه. اما خوابهای آشفته و خوابهای زشتی که انسان میبینه او را باید به هیچ کسی بازگو نکنه و این خوابها وقتی که تعبیر میشه به اون شکلی که تعبیر میشه واقع میشه. اما علم تعبیر خواب کمتر اشخاصی میدانند و یک علم مخصوص و علم ویژه است. در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید که الحیاء و الایمان قرنا. حیا و ایمان دو شاخه هستند با هم. وقتی که یکی از اینا برداشته میشه دیگرش هم برداشته میشه. به این معنی که حیا و ایمان لازم و ملزوم هم دیگر هستند. در قلبی که ایمان باشه حیا با او هست. اگر حیا برداشته شد ایمان هم برداشته میشه، اگر ایمان برداشته شد حیا هم برداشته میشه. به این معنی که ایمان با اخلاق گره خورده. همین قسمی که حیا و ایمان دو شاخه به هم پیوسته از یک ساقه هستند که کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله است، عین شکل ایمان با تمام فضائل اخلاقی دیگر گره خورده، مانند احسان به والدین و مانند صدقه کردن و کمک کردن به دیگران، مانند دوری از اسراف و تبذیر و اخلاقیات دیگر. رابطه ایمان مستقیم
با اخلاق است. ویژگی نظام اخلاقی دین مقدس اسلام دی است که تمام فضائل اخلاقی که ما به معتقد هستیم وقتی به یک شخص کمک میکنیم یا یک شخصی را همکاری میکنیم به خاطر صله رحم یا به خاطر یک پیوند انسانی مطلق، این انگیزه که در عقب ازی هست تنها یک انگیزه انسانی برخواسته از عواطف و احساسات انسانی نیست، بلکه یک انگیزه خیلی نیرومندی در عقب ازی هست که ما از او به ایمان تعبیر میکنیم. انسان وقتی که یک همکاری میکند به شخصی، یک فضیلت اخلاقی را رعایت میکنه، از خداوند متعال رابطه و پیوندش با خداوند متعال تأمین است و یک انگیزه قوی و نیرومندی در عقب ازی است که انسان را تشویق میکنه. اگر احسان به والدین میکنه یا هم احترام میگذاره بر یک شخص بزرگواری یا هم شفقت و نوازش میکنه بر کودکان، در عقب ازی یک انگیزه ایمانی است. به این خاطر تفاوت اصلی بین اخلاقیات اسلامی و بین اخلاق غیر اسلامی دمی است که در ادیان در بیرون از چوکات اسلام از انگیزه و دلیلی که وجود داره برای رعایت فضایل اخلاقی فقط یک سلسله خواست ها و غرایز انسانی هست یا یک عواطف انسانی است که چنین مقتضیات داره. اما در دین مقدس اسلام فراتر از عواطف و فراتر از احساسات مقتضیات عاطفی انسان یک انگیزه قوی و نیرومند دیگری هست که از او به ایمان تعبیر میشه. ما اگر احسان میکنیم به والدین و یا شفقت میکنیم بر کودکان یا هم حرمت میگذاریم به خواهر یا برادر یا هم محبت میکنیم با مادر یا کمک میکنیم و دستگیری میکنیم بر افراد مستضعف و فقیر و ناتوان، همه از اینا در عقبش یک انگیزه نیرومند ایمانی وجود داره که هر لحظه انسان تشویق میکنه، انسان مؤمن تشویق میکنه. این خیلی زیباست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرامه که به عنوان نسل یگانه قرآنی معرفی میشن بر مبنای امی انگیزه تربیت کرده بود. در آیه از قرآن کریم خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما مؤمن هستی، کونو قوامین بالقسط، شما استاده باشین، استادگی بکنین به قسط، یعنی به قسط و عدل و انصاف پیش بروید. شهداء بالقسط، کونو قوامین لله شهداء بالقسط، یعنی وقتی که شما گواه بر مبنای عدالت و انصاف گواهی میدید و قضاوت میکنه به خاطر خداوند متعال، اینجا معلوم میشه که ایمان رابطه مستقیم با عدل و انصافی داره که شما در زندگیتان پیاده میکنه. تمام مزایای اخلاقی و تمام فضایل اخلاقی همی قسم از گریبان ایمان سر برآورده و زیبایی های خاص خود داره. در اینجا فضایل اخلاقی ریشه دارتر، معنادارتر و انسانی تر است نسبت به فضایل اخلاقی که در چوکات بیرون از اسلام است، اگر ما دقت بکنیم و ایره درک بکنیم. در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، کسی که ایمان به خداوند متعال و روز آخرت داره فلیکرم ضیفه، باید اکرام بکنه مهمان خدا. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، کسی که ایمان به روز الله و روز آخرت داره باید پیوند خونی و خویشاوندی خدا پاس بداره و رعایت بکنه. فلیصل رحمه و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کسی که ایمان به الله متعال و روز آخرت دارد باید سخن خیر بگوید یا هم خاموش باشه. در این نقطه، در این حدیث سه نقطه را ما میبینیم یا چهار نقطه را متوجه میشیم. کسی که ایمان به الله متعال و روز آخرت داره باید مهمان خود اکرام بکنه. تکریم مهمان، عزت کردن مهمان و خدمت کردن به مهمان یک فضیلت اخلاقی است، اما ریشه به ایمان داره. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، از مهمان در فرهنگ های دیگر هم تکریم میشه، اما در این فرهنگ وقتی که تکریم میشه انگیزش قوی تر و انسانی تر است. کسی که ایمان به الله متعال و روز آخرت داره باید صله رحم بکنه. صله رحم یک خواست عاطفی انسانی هم است و یک ضرورت انسانی است، یک نزاکت و یک پرنسیپ اخلاقی است،
اما وقتی که با انگیزه ایمانی گره میخوره یک زیبایی خاص خود میگیره و اینجا انسانی تر و ریشه دارتر میشه. کسی که ایمان به الله متعال و روز آخرت دارد باید سخن خیر بگوید. هر سخنی که از زبان میبراید در خطاب به یک انسان فلیقل خیرا، باید خیر باشه. یعنی ایمان است که با اخلاق اینجا گره خورده. اولی اسمت یا خاموش باشه. خاموشی هم یک فضیلتی از فضایل اخلاقی است که ضرورت به تمرین و ضرورت به تجربه داره. ما باید تمرین بکنیم خاموشی را. چگونه میتونیم خاموش باشیم؟ گاهی که انسان خشم میگیره و گاهی که احساساتی میشه و عاطفی میشه، تجربه کردن خاموشی و تمرین کردن خاموشی یک اصل اخلاقی است. ایمان حکم میکنه که اولی اسمت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه باید خاموش باشه. اولی اسمت، خاموشی با ایمان رابطه داره. اگر ما تانستیم که زبان خود کنترل بکنیم با خاموشی، خاموشی اختیار بکنیم، مطمئن باشیم که ایمان در قلب ما زنده هست و قوی است، ما میتونیم خود در وقت خشم و غضب کنترل بکنیم. بله. بله. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشیم برادر گرامی. استاد محترم یک چند سوال داشتم از شما. اگه بفرمایید. بفرمایید. استاد محترم، سوال اول ما در باره این همی هست که چند میشنوی ادامه بدین. یک از بستگان ما استاد محترم 15-16 سال پیش فوت کرده بود، زنده مرده جگم از دگر. حالا ما قصد گرفتیم که روی یک آرامگاه جور کنیم. ما سوابش جواز داره که برش یک آرامگاه بسازه؟ یک سوابی میاد؟ میشنوی؟ میشنوی ما بفرمین. و سوال دوم، دیروز از شما سوال کردم در این باره الکل. وقتی کسی که الکل میخوره و توبه میکنه و بعضی ها میگه که از شراب و دنیا محروم میشن، چی جواب میره؟ میخواستم یک جواب دوباره زیرا میدادین. و یک سوال دیگه داشتم در باره ترک نماز. کسی که حج عمره ادا میکنه و نماز بعد از عمره کردن حج ترک نماز میکنه، دوباره میرم یک سعیش شالا صحبت میکنیم. پرسش های برادر ما که در رابطه به شخص متوفایی بود که زنده و مردیش گم است، مقبره برش ساخته شود یا آرامگاهی ساخته شود برش، از نقطه نظر شرعی درست نیست ساختن آرامگاه. حتی برای شخصی که وفات میشه ما او را دفن میکنیم در یک هدیره، برای از او گنبدی ساختن که همیشه باشه، یک یادگار باشه و دیگه باشه، گنبدهایی که ساخته میشه، گنبدهای فلزی یا گنبدهای کنکریتی ساخته میشه از سیخ و سمتی مسائل، چنین ساختار گنبدها از نقطه نظر شرعی غیر مشروع و ناپسندید است. شما یک تا از پیامبران الهی را نمیبینین که بالای قبرش گنبد ساخته شده باشه. در فلسطین، در اردن، در عربستان سعودی، در سوریه، اینجا هزاران پیامبر آمده اما یک تا گنبد نمیبینی بالای قبرشان ساخته شده باشه. البته یک به یک شکل قبرشان سالم مانده، اما ای که گنبدی ساخته شده باشه، چنین ساختاری حتی در کسی که وفات میشه قبرش مشخص و معلوم است پسندیده نیست. برای کسی که اصلا محل دفنش معلوم نیست، گنبد ساختن در یک محل از نقطه نظر شرعی درست نیست. پرسش دوم، یک برداشتی وجود داره در یک باوری به جا مانده از گذشته که کسی که در دنیا مرتکب نوشیدن شراب میشه در آخرت از شراب بهشت محروم میشه. این یک باور غیر شرعی است و باور جاهلانه است، به دین و شریعت رابطه نداره. وقتی که انسان توبه میکنه از گناه، هر قسم گناهی که باشه، خداوند متعال گناه رو میبخشه و شراب آخرت با شراب دنیا رابطه ای نداره. شراب، زنا، قمار، تمام از اینا گناهان کبیر است. وقتی که انسان از این گناه ها توبه میکنه و خداوند متعال وعده کرده که ان الله هو التواب الرحیم، نهایت قبول کننده توبه خداوند متعال است. ان الله یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت الله. تمام از این آیات تاکید از ناامید نباشید. تمام گناه ها رو خداوند میبخشه، نهایت بخشاینده و نهایت مهربان است، نهایت قبول کننده توبه است. تمام آیات تأکید است. اما ای که باورها و برداشتهایی از عامیانه در جامعه ما از گذشته به جا مانده، ای به کجا ریشه داره؟ جز به جاهلیت و عدم فهم دینی
برخواسته است، چیزی دیگری نیست. به این خاطر کسی که توبه میکنه محروم از شراب آخرت نمیشه، از نعمت بهشت نمیشه. خداوند توبه زور قبول میکنه. بله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. نوازش از این سوال داشتم. بفرمایید خواهر. سوال اول می است که ما نامزد هستم و نکاح شدیم و مادر نو می خواهد که مرا عروسی نکنم و مادر میگه می باید برای از خانه بگیر و برای بود که ما یک جای بانیم که ما که از یک جای زندگی کنیم. او قسم قبول نداره. باز میگه اگر تو قسم بری من برای گوه نمیتونم از پشت گوهی بعد میکنم عمو تو گرفته بباره از آن جای دیگه عروسی شکنه. از بخاطر ما بشه در دلائی قرار گرفته میشه نظر برای ما بکی. سوال دوی میاد که من میخوام در بسی خود محصول نگیرم اما هیچ خانوادیم قبول هم میتونم اگه بعد محصول برگذار سر با هم شرکت در بسی سوال خاطر من کسیم قبول نگار میخوام که از خدا میفرستم نمیخوام که محصول بگیرم من بخاطر به خاطر خوشی خداوند رو بکارا میکنم اما یا قبول ندارم میگرد بره اقسم از کدن برام که نکال کردی اما تو برو در خانه سروشو اقسم که محصول نمیگیرم آدم چیز اشتراز نمیکنیم از خاطر میشه اگه نظر بکنیم که من چی کنم دگه پیزیا کنم یا که چی که خودم تصمیم گرفتی رو نمیده کنم. امی پرسش اول شما خواهر یک لحظه قطع نکنید تلفونه. خواست مادر و پدر داماد است که یک جا با اونا زندگی بکنین شما؟ نه خواست پدر و مادر نست در این خانه داماد است. از خواست ما خانه برش نمیتونیم که او خانه بر ما بگیره و کت ما یک جای باشه یک قسم نشه باز هم تو کتش برو ما ویژه دکتر نمیمونه ویژه ها نمیتونیم که مرکل بگیره ما توشت بدعا میکنیم ولی یک قسم هم کنیم هیچ جزا ما ویژه ها نمیتونیم که ما در تو دعا به تا نفر بخشی از خانه دختر کنم من ایران مانیم که چی کنم. خب انشالله صحبت میکنم. من خود هم ندارم که در روسی رو مسئل بگیرم نکار شده استم از خاطر نمیخوایم مسئل بگیرم میگم همه تو نام زدن مرد من همه تو یا نسیات و اطلاع اطلاعات خورشیدی باشه این چیزا باشه من چیزم نمیخوایم که مسئله بگیرم. انشالله صحبت میکنم. خانواده نقام را خود رو میت کنم قبول نمیکنم. انشالله صحبت میکنم خواهر گرامی. موضوع جزء دومه پرسش خواهر ما که تصمیم دارن محفلی برای عروسی نگیرن ای پسندیده است و شرعی امیست. همیشه تأکید ما برای خواهران و برادران جوان که عروسی نکردن نامزد هستند یا هنوز نامزد هم نشدن پیشنهاد ما برشان می است که از مصارف گزاف و از اسراف گرایی که در هتل ها محافل برگزار میکنن در خانه برگزار میکنن از اینا اگر عقل دارید و اگر منطق دارید و اگر به سرنوشت زندگیتان فکر میکنید از این مسائل تیر شوید بیایید که این فرهنگ با عقل و منطق و درس و تحصیلی که ما شما خواندیم تخیر بدیم. کسانی که با ذوق و سلیقه ها و عواطفشان بزرگانی هستند که ما را تشویق میکنند که محفل بگیرین در هتل یا محفل بگیرین در خانه، این محافل محافلی است که لعنت خداوند، لعنت ملائکه ها و لعنت پیامبر به این محافل است. به خاطری که اساس زینا بر اسراف و تبذیر است و اساسشان بر لهو و لعب است. از این آغاز آمدن شروع تا وقتی که محفل ختم میشه در محافل زنانه چه حال میباشه؟ خواهران گرامی ما همیشان شاهد هستند. چه کاری نیست که بیهودگی هایی که انجام میشه اونجا این رقص و سرود و تیپ ماندن این مسائل چه کاری است؟ نه عقل انسانی جاب میکنه، نه منطق انسانی جاب میکنه، نه یک سرگرمی سالمسی. در بخش مردانه همچنان محفل موسیقی که گرفته میشه باور کنید که نه عقلی را میپذیرد، نه منطق میپذیرد، نه اخلاقی را تایید میکنه. به این خاطر ما مکلف هستیم، شرعا مکلف هستیم، عقلا مکلف هستیم. 50 افغانی یا 100 افغانی را که اگر شما میتونید پسنداز بکنید بهتر از برتان از نقطه نظر عقل و منطق و شریعت اسلامی که مور یک درجن گلاس بخرین با آینده تان به درد میخوره ازی که یک مراسم پوچ و مزخرفی را در هتل یا در خانه برگزار بکنی و او را باز مراسم عروسی. این اقدام پسندیده است و باید قناعت همه فراهم شوه. کسانی که درک نمیکنن را بر از اونا بیان شوه، توضیح شوه و با نرمی برایشان تفهیم شوه که را بفهمن. بله؟ بله؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک سوال داشتم. محمد الله هستم از ولایت بغلان به تماشا رم.
خوش آمدین برادر گرامی، بفرمایید. بخیر باشه استاد محترم. یک تا طفلک دارم 7 ماه است، مادرش در خانه نبوده، این گریان میکرده بوده. زن برادرم بود به خاطر خاموش ساختن یزی اما سینه خود را دانی از اون میته، اما شیر نداشته بوده زن برادرم، مقصد سینه خود را دانش میته که به خاطر طفل خاموش شوه. به همین خاطر عالی طفل در آینده در پسر از این نکاح جواز داره یا خیر؟ شیر نداشته؟ شیر نداشته بوده نه. درست است. اما به خاطر خاموش ساختن دختر سینه خود را دانش داده بوده. درست، درست است. انشاءالله صحبت میکنیم برادر. برنامه رو دنبال بکنید، یک وقفه کوتاه داریم و برمیگردیم. باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی. موضوع بحث ما رابطه ایمان با اخلاق است. در رابطه به موضوع اگر پرسش ها و یا نظریاتی می داشته باشین، بگونی مستقیم از طریق شماره تلفنی که روی صفحات تلویزیونتان است میتونین با ما تماس بگیرین و پرسش ها و نظریاتتان را مطرح بکنین. یکی از پرسش هایی که پیشتر مطرح شد، برادر ما سوال کردن که کسی که عمره کرده باشه و نماز ترک کنه بعد از برگشت از عمره چه حکم داره؟ ترک نماز در هر حالتی گناه کبیر است، چه بعد از عمره باشه یا قبل از عمره باشه، بعد از حج باشه یا پیش از حج، گناهش یکسان است. در صورتی که قضایی آورده شوه از گردن ساقط میشه و مسئولیت انسان مرفوع میشه، اما در صورتی که کاملا ترک شود بازو گناه است و اولین چیزی که در روز آخرت انسان مورد بازپرس الهی قرار میگیره او نماز است. ما امیدوار هستیم که ما نسبت به تمام اعمال دیگر به نماز بیشتر پابندی داشته باشیم، به خاطر که نماز رمز اصلی تعهد بندگی با خداوند متعال است. بنده ای که با خدایش تعهد داشته باشه از طریق نماز با بندگان دیگر هم متعهد می باشه. اگر با خدایش متعهد نباشه، در نمازها متکاسل باشه و ضعیف باشه، در تمام امور زندگیش ضعف و ناتوان است. یکی از پرسش هایی که بیشتر خواهر ما مطرح کردن در رابطه به ای که نامزد هستن و در نامزدی نکاح شدن، اما پیشنهادهای البته غیر مصلحت آمیزی از سوی خانوادهشان پیشکش میشه که گویا داماد در خانه خسار و خوشو زندگی بکنه، در خانه عروس بیای زندگی بکنه. این پیشنهاد یک پیشنهاد هست که مصلحت شرعی در این نیست. هر یکی بخصوص دختر خانم کوشش بکنه که والدینش قناعت بده که زندگی این نیست، مصلحتی است که باید وقتی که عروسی صورت میگیره عروس از خانهش به خانه دیگری انتقال بکنه، جایی که داماد خانه تهیه دیده به گونه مستقل یا هم با والدینش، اما در هر حالت زندگی مستقل برای کسانی که نو عروسی میکنن از نقطه نظر شرعی پسندیده است. و زندگی مستقل به این معنی نیست که داماد از خدمت والدینش کاملا قطع رابطه بکنه، بلکه خدمت والدین در هر شرایط هم برای دختر و هم برای پسر فرض است که باید رسیدگی بکنن، اما زندگی خودشان، مسائل مربوط به زندگیشان کاملا باید مستقل باشه. در تصمیم گیری های زندگیشان مسائل مالی است، مسائل خانوادگی است، مسائل خوردن است، لباس است، در این مسائل خودشان مستقل باید تصمیم بگیرن و این موقف شریعت اسلامی است. در چنین یک صورتی که یک زندگی مستقل اساس بگذارن مشکلاتی در آینده پیش نمیاد. در صورتی که والدین قناعت نمیکنن به چنین یک زندگی، باز در گناه و غیر مصلحت اطاعت کردن از والدین واجب نیست، بلکه انسان تصمیم خود وقتی که مطابق به شریعت اسلامی می باشه تصمیم خود بگیره، اما کوشش بکنه که با والدین هم رابطه خود حفظ کنه و تصمیم هایی که به خاطر رضای خداوند متعال و به خاطر مصلحت شرعی گرفته میشه، خداوند متعال از مشکلات و چالش هایی که پیش می آید در اونا هم انسان باز کمک میکنه، اما تصمیم هایی که به خاطر رضای بنده گرفته میشه برخلاف رضای خداوند متعال، باز خداوند تنها میگذاره انسانه و میگه خودت میدانی و مسائل زندگیت. یک تماس میگیریم. البته بله. بله سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. جور هستین شما؟ سلامت باشین. سوال داشتم استاد محترم. بفرمایید برادر گرامی، خوش آمدید. الان من هنوز یعنی نمازا، یعنی مثلا سوره اخلاص بخونی بعد از یک سوره
قبل از اخلاص بخونی. کدوم مشکل نداره؟ و سوال دوم همیست که ما یک کارخانه داریم، همین دفتر ما کرایی بوده، دو شریک هستیم، ما و برادرم. درست. و این دفتر همین بگیره و گرفتیم، یک مقدار پیسه از خودم بخشیم. اگر ما هم مقدار پیسه از این کرایه بگیرم، برای ما سود میشه یا نمیشه؟ همین را میخواستم از تون پرسام کنم. از پول که به خاطر گروی پرداختین؟ بله، به خاطر گروی یک مقدار پیسه از حساب شرافت پرداختیم، مقدارم از پول شخصی خود. و اگر من از پول مقدار پول شخصی خود از حساب کرایه بگیرم، او برای ما سود میشه یا نمیشه؟ خب یعنی از برادرتان کرایه بگیرین؟ نه نه، اینطور است که همین دفتر ما گرو گرفتیم. گرو گرفتین؟ شما دو نفر هستین؟ یک مقدار پول شما مناسبه شما از شراکت انداختیم، نصف شما از پول شخصی خود انداختیم. گفت من کرایه را، کرایه که بر ما بود، همین نصف کرایه را از ما بگیرم به حساب شخصی خود، این بر ما سود میشه یا نمیشه؟ خب صحبت میکنیم انشاءالله، برنامه رو تعقیب بکنین. یکی از پرسش هایی که پیشتر بر ما رسید، برادر ما از ولایت بغلان سوال کردن، فکر میکنم طفل 7 ماه، یعنی طفلی که در دوره شیرخوارگی بوده، از خانم شیر خورده که پستان شیر نبود البته، بلکه به خاطر از اینکه خاموش شوه خاموش ساخته شده و پستان مادر در خانم دانش داده شده. در چنین صورتی وقتی که مادر مطمئن باشه که در پستان شیر نبوده، رضاعت ثابت نمیشه و حرمت ثابت نمیشه. در صورتی که خودش مطمئن باشه، در اینجا ضرورت به شاهد یا ضرورت به کدام شخص دیگری نیست. خود مادر اعتراف بکنه به اینکه من شیر نداشتم و صرف به خاطر خاموش ساختن طفل پستان خود دانش ماندم، در این صورت رضاعت ثابت نمیشه و حرمت هم ثابت نمیشه. ترتیب رعایت ترتیب سوره های قرآن کریم در نماز سنت است. در صورتی که انسان سهواً یا هم اشتباهاً سوره را در رکعت اول خوانده، در رکعت دوم سوره را پیش از او میخوانه، باز کدام مانعی وجود نداره. در صورتی که قصداً همیرد انسان میخوانه، نماز فاسد نمیشه البته. نماز میشه اما یک امر ناپسندسی. ترتیب مصحفیه که هست در مذهب احناف روی ازی تاکید شده که همین ترتیب در نماز هم باید رعایت شود. اما گاهی که انسان سوره ناس میخوانه، سوره قل اعوذ برب الناس میخوانه در رکعت اول، باز در رکعت دوم از این طرف قرآن میتونه بخوانه، کدام مانعی اوج وجود نداره. در هر حالتش نماز فاسد نمیشه، نماز میشه، اما رعایت ترتیب سوره های قرآن کریم سنت است و مستحسن است. موضوع نقطه دیگری را که برادر ما مطرح کردن، دفتری را به کرایه گرفتن، یک مقداری از او را از یک بخشی از او مفاد کرایه به دست میارن. کرایه دادن محلی را که به گروی گرفته شده درست نیست از نقطه نظر شرعی. اگر خانه گرفته میشه، یک خانه گرفته میشه که دو واحد اپارتمان داره، یک شه خودت زندگی میکنی دیگر شه به کرایه میدی، این مشروع نیست. به خاطر اوایدی که از بابت کرایه میایه، یک اواید خالص و اضافی است. اواید خالص و اضافی بر قرضه طبیعی است که یک اواید اضافی است و این سود است. اگر از دکان هم که کرایه گرفته شده، یک بخش از او به کرایه داده میشه، یا از بابت امین محلی که گروی گرفته شده از این کرایش هم به دست می آید، اواید کرایی یک اواید اضافی است، این درست نیست و سود است. به هر حال موضوع بحث ما رابطه ایمان با اخلاق است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد به این موضوع تاکید میکنه. از او جمله حدیثی است که فرموده لا تدخل الجنه حتی تؤمنوا، وارد جنت شما نمیشوید تا وقتی که ایمان نداشته باشید. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مؤمن شده نمیتانی تا وقتی که همدیگر دوست نداشته باشی. اینجا ببینین که خیلی به صراحت و خیلی واضح و ساده رابطه ایمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اخلاق بیان میکنه. مؤمن شده نمیتانی تا وقتی که همدیگر دوست نداشته باشی. لا تؤمنوا حتی تحابوا. اولا ادلکم، دین اسلام دین محبت است و دین انسانیت است، دین احترام و شفقت است و دین رحمت، عطوفت و مهرورزی است.
حتی تحاب بو، لا تؤمنو حتی تحاب بو. خشونت، افراد و ستیزجویی، دشمنی، کین و کدورت، این مسائل در چوکات دین مقدس اسلام جا نداره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر رحمت است. دین اسلام دین رحمت است و دین انسانیت است. لا تؤمنو حتی تحاب بو. مؤمن شده نمیتانی تا وقتی که همدیگر دوست نداشته باشین. اولا ادلکم، آیا شما را ما راهنمایی نکنم به چیزی که اذا فعلتموه تحاببتم. وقتی که او کار انجام بده، محبت بین شما برقرار شده، رابطه محبت و دوستی بین شما برقرار میشه. قالوا بلا یا رسول الله. قال افشوا السلام بینکم، سلام در بینتان پخش بکنی و نشر بکنی. السلام علیکم، علیکم السلام، السلام علیکم. وقتی که وارد خانه میشی، وقتی که بیرون هم میشی سلام بده، وقتی که وارد مجلس میشی، وقتی که بیرون از مجلس میشین، در بازار شناخته و ناشنا، بر همه افش و سلام پخش بکنی و نشر بکنی سلام در بینتان. بله بله بله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستم؟ سلامت باشین برادر گرامی، بفرمایید. اینه میخواستم استاد بزرگوانه در سوال داشتم. میربانی کنه. اینه یک سوال شدنی است که میخواد اگه سوگان بیاد کنی قسم بخوری با یک بحانه میشه امو نمیشه امو گفتی آدم بعد آدم رو نسی قطب میشه نمیشه اگه باید چی کنه و دومی دیگه شکل سوی اولاد فرزندی میگیره، فرزندی میگیره اونو مادر شیز نداره، فقط اونو مفیده هایش هم میده که بخاطر میگه برای من محرم شو. آیا این جواز داره نگاه شرعان یا نداره؟ وقتی که فرزندی میگیره چی میکنه مادر؟ اینم استیحاش را دانش میده در صورت که مادر شیر هم نداره. درست. در این صورت چه قسم؟ بله قد شد متاسفانه. خوب پرسش برادر ما را گرفتیم در هر دو نقطه شانه. یکی ثبوت رضاعت یا ثبوت شیرخوارگی از مادری که در پستان شیر نیست به فرزند خوانده یا فرزندی وقتی که شیر داده میشه یا ثابت میشه یا نمیشه. در صورتی که در پستان مادر شیر نباشه، فرزندی مشروع است. البته فرزند گرفتن دختر پسر تربیت کردن از او و وارثی از او یک امر مشروع و مستحسن است از نقطه نظر دین مقدس اسلام، بخصوص فرزندانی که سرپرست ندارن و مادران و پدرانی که اولاد ندارن اونا فرزندی میگیرن، یک امر مستحسن و پسندیده است، کدام مانعی وجود نداره. موضوع ثبوت رضاعت یا حرمت در صورتی که شیر در پستان مادر نباشه ثابت نمیشه. البته مادری که فرزندی گرفته اگر پسر است یا هم دختر است که نامحرم برای پدر است، این در خانه وقتی که کلان میشه در صورتی که حجاب شرعی را مراعت بکنه، مادر در برابر پسری که جوان شده فرزندیش است حجاب مراعت بکنه، دختر در برابر پدر که پدرخواندهش است، البته پدر اصلیش نیست، حجاب شرعی را مراعت بکنه، وجودشان موجودیتشان در خانه کدام مانعی زیاد وجود نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زید بن حارثه فرزند خواندهش بود و تا پایان زندگی با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. البته بعد از اینکه عروسی کرد زندگی مستقلی برای خود ساخت، اما با رعایت اصول اخلاقی و با رعایت حجاب شرعی که برای هر یک از زن و مرد واجب است کدام مانعی وجود ندارد. البته صرف رعایت شوه این مسائل در بزرگسالی مشکل پیش نمیاد. بله سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. می باشین یک سوال داشتم. بفرمایید برادر گرامی. امی مالیه دادن به حکومت چطور است؟ یک تعداد مردم به حکومت مالیه نمیدن، می حکومت فاسد است یا ظالم است؟ دمی بار اگر کم معلومات بر ما بدی. درست است، انشاءالله صحبت میکنیم برادر. یکی از پرسش هایی را که فراموش نکنیم برادر ما پیشتر پرسان کرد در رابطه با سوگند، شخصی که قسم میخوره، در صورتی که یک شخص سوگند میخوره بر یک امر مشروع، سوگند میخوره که من مرتکب یک گناه نمیشم، وقتی که مرتکب گناه میشه باز کفاره بالاش میگرده. اما زمانی که یک شخص سوگند میخوره به این که من خانه برادر خود نمیرم، یا هم امثال یزی به امور غیر مشروع سوگند میخوره، در او صورت باید سوگند خود بشکنانه و کفاره بپردازه. کفاره سوگند 3 روز روزه هست و یا 10 مسکین طعام دادن. 10 روز 10 مسکین طعام دادن یا هم 3 روز روزه.
سوگن هایی که بر امور غیر مشروع، معمولا گاهی یک انسان سوگن میخوره که خانم خدا اجازه نمیده که خانه پدرش بره، وقتی که اجازهش میده باید این سوگند باید بشکنانه، سوگند باید شکستانده شوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه، تاکید میکنه که این سوگند هرچی عاجل باید شکستانده شوه، کفارش پرداخته شوه. مالیه دادن به حکومت، برادر ما پرسان کردن که به خاطر اینکه حکومت مشکلات خود داره، حکومت فاسد است یا حکومتی است که چنین و چنان است، مشروع است یا نیست. ما از نقطه نظر فقه اسلامی در عصر حاضر البته یک دیدگاه است که سه نوع حکومت وجود داره. یکی حکومت خالص اسلامی است که او وجود نداره فعلا در دنیا، یکی حکومت غیر اسلامی است که او هم نمونه هایش هست در دنیا، حکومت هایی که هستن، یکی حکومت هایی است که نسبی اسلامی هستن، تا حد نظامشان اسلامی است، در برخی موارد نظام اسلامی است، در برخی موارد دیگر نظام غیر اسلامی است. اطاعت از این حکومت ها واجب است، اما واجب شرعی نه بلکه واجب عرفی. قیام در برابر حاکمان کنونی دنیای اسلام درست نیست، به خاطر جلوگیری از فساد و به خاطر جلوگیری از ناهنجاری. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه که در برابر پادشاهی که کفر علنی را شما از او مشاهده نمیکنید قیام حرام است در برابرش. حکومت های اموی، حکومت های عباسی و این حکومت ها رو وقتی که ما بررسی میکنیم پادشاهان ظالم و ستمکاری آمدن، اما علما هیچ وقت فتوای جهاد، فتوای خروج در برابر زنا ندادن. امروز هم دنیای اسلام مانند آنمو حاکمیت هایی که در گذشته بود در قرن های دو و سه بود، آنمو قسم یک حکومت هایی است. به این خاطر اطاعت کردن از حکومت ها لازم است. قوانین را که وضع میکنن به خاطر از اینکه اوایت در خود کشور به مصرف میرسه کدام مانعی نیست، باید پرداخته شوه. و این نظام ما مکلف به این هستیم که اصلاح بکنیم. این نظام نظام است ماست و ما مکلف در برابر نظام هستیم. تکلیف ما این است که بی‌تفاوتی البته نیست که بی‌تفاوت باشیم، تکلیف ما این هم نیست که نظام سقوط بدیم و نظام از اساس تخریب بکنیم یا بجنگیم امنیت یا امر تهدید بکنیم. تکلیف ما با عنوان انسان‌هایی که دمی قلم رو زندگی میکنن، از حکومت‌های فعلی مثل حکومت افغانستان که مشکلات زیاد خود داره، تکلیف ما است که باید به اصلاحات تلاش کنیم، به شکل فردی، به شکل گروهی، در چوکات احزاب سیاسی، در چوکات سازمان های مدنی، به هر وسیله و ابزاری که میشه در راه اصلاح حکومت خود تلاش بکنیم و سعی بکنیم. اما مالی خود مطابق قوانینی که پارلمان تصویب میکنه، مطابق قوانینی که ما رو قبول داریم باید بپردازیم. این از نقطه نظر شرعی پسندیده است. در صورتی که نپردازیم آغاز تخریب و این نوع قیام در برابر نظام میتونه محسوب شوه و پنداشته شوه. بله؟ بله، سلام بابا. علیکم السلام و رحمت الله. بابا من یک مشکل داشتم، ملاقات دیگه خواستم سوال کنم. ما خانه ما هم به رمک دعوا کردیم. بله. خب تماس ما قطع شد متاسفانه. موضوع بحث ما رابطه ایمان با اخلاق است. پرسش های آمد البته بیرون از موضوع. برمیگردیم به اصل موضوع ما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد تاکید میکنه که ایمان یک بخش اعظمی، اخلاق یک بخش اعظمی از ایمان است. ایمان بدون اخلاق نمیتونه معنا و مفهوم پیدا بکنه. یک شخص هر قدر که پابند به نماز باشه و هر قدر که روزه بگیره، اگر شب نماز بخونه، شبش به قیام باشه، روزش به صیام باشه، باز هم اخلاقش فاسد باشه، با خانواده خود اخلاق درست نکنه، با همسر خود اخلاق و ملاطفت نداشته باشه، با فرزندان خود اخلاق نداشته باشه، با جامعه اخلاق نداشته باشه، این بنده از نقطه نظر شرعی ناپسندیده هست و این بنده مورد پسند خداوند متعال نیست. یک تماس البته میگیریم. تماس بلی؟ بله، سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. میبخشیم من شما را از یک از کشورهای اروپایی برنامه کردیم برادر محترم. من یک دو سوال داشتم. بفرمایید خواهر گرامی. سوال اول همیست که ما که در کشورهای اروپایی زندگی میکنیم، مثلا ما خود دوکانهای شخصی داریم یا مغازهای داریم کار میکنیم، در اوجه ما مالیه میتیم، در اوجه مواد کلی فروخته میشه، خواهد صورت ای علال و عرام شما میفهمیم کجایش علال است کجایش عرام.
و یک سوال دیگه من شما داشتم که مثلا شما میال از مالیات صحبت کردین در کشورهای اروپایی و آمریکایی هر مغازه هر جایی که کار میکنه از خود یک مالیه میپردازه. مثلا بیادبیم گفتم میشه جای خراب مثلا رقاط خانه ها همه جای این مالیای هزی جمع آوری میشه و مثلا به کشورهای مسلمانی مثلا افغانستان فرستاده میشه که از او حسکرا و مثلا رتبه کلانایش از او استفاده میکنه حتی ملاها. ما سوالم در اینجاست که ما با چشم سر اینجا میبینیم که مالیه جمع آوری میشه در کشورها فرستاده میشه و از این مالیه کسایی که در اینجا مسلمان ها هستن به اصطلاح چی میگین به کمک های جاب سنتری یا سوسیالی برشان دادن میشه که از این مالیه هایی که در زمین رقاصه خانه و از اینجا جمع آوری میشه. سوال ما اینجاست آیا این پول هایی که از جاه طرف همی رقاصه خانه ها یا جای بد اخلاق جمع آوری میشه با مسلمان ها این حلال است یا حرام؟ از این غذا مثلا در مثال ما افغانستان در افغانستان فرستاده میشه این سربازا و این افسرا و این به اصطلاح این کسایی که استفاده از این میکنه این حلال است یا حرام؟ و کسایی که از این پول حج میرن این حلال است یا حرام؟ اگه استاد محترم زحمت نمیشه میره برام جواب بده ما تفکر کنیم. ان شاء الله صحبت میکنیم خواهر گرامی، خیلی نکات خوبی را مطرح کردین شما. خواهر ما از کدام یک از کشورهای اروپایی تماس گرفته بودن؟ البته اول سپاس و تشکر میکنیم از هموطنان ما که در کشورهای بیرون برنامه را تعقیب میکنن و دنبال میکنن. این نشان ایمانداری و نشان مسلمانی شان است. نقطه اولی را که خواهرم مطرح کردن در رابطه به مالیه از دکانها یا رستورانهایی که اونجا مسلمان ها دارن و از او مالیه میپردازن، طبیعی است که در دکانها و رستورانها چیزهایی به فروش میرسد که همیشه از نقطه نظر شرعی مشروع نیست. بسیار کم شاید باشه که همه وسائل دکان مشروع باشه، در بسکیت ها و در مواد غذایی، در انواع نوشابه باب و مسائل دیگر چیزایی است که اونا غیر مشروع هستند. فروش این مسائل برای یک مسلمان در کشورهای اروپایی در صورتی که البته به غیر مسلمان او را به فروش برساند، فتوای علمای معاصر یک تعدادی از علمای معاصر میست که از باب ضرورت مشکلی نیست، اما برای یک مسلمانی که رستوران داره یا هم دکان داره فروش الکل به یک شخص مسلمان درست نیست. شخص غیر مسلمان اگر میفروشه در مذهب حنفی زیاد مزایقه نیست، برای غیر مسلمان این مسائل میتونه به فروش برسانه. زیاد مزایقه، البته زیاد مشکلی در این عرصه دیده نمیشه، اما کوشش بکنه انسان از باب احتیاط که از اون مسائل دوری بکند بهتر است. موضوع دیگری را که خواهر ما مطرح کردن از کشورهای غربی مالیاتی که جمع آوری میشه، این مالیات از جاهای جمع آوری میشه که سراسر فساد است، مثل رقصخانه ها یا مثل نایت کلاب ها، مثل کاباره ها و جاهایی که همیش حتی برخی از این منابع بیشترین عواید داره. از طریق از او عواید مالیات جمع آوری میشه به کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان پرداخته میشه. مشروع نیست. از نقطه نظر شرعی خیلی مشکل اینجا وجود داره که مالیاتی که از او طریق کمک میشه به افغانستان که مساعدت های بلا عوض است، مساعدتی که یک کشور غیر اسلامی برای یک کشور اسلامی میپردازه بدون در نظر داشت چیزی که از کدام طریقی آمده، در صورتی که روابط دوستانه و روابط یک سلسله تعهداتی بین دو کشور باشه، در او صورت کدام مشکلی از نقطه نظر نظام سیاسی اسلام نیست. اما در صورتی که به خاطر اهداف سیاسی مشخص، به خاطر تسخیر منابع اقتصادی مسلمان ها، به خاطر حاکمیت و تسلط بر کشورهای اسلامی از چنین دسائس و توطئه های استفاده میشه، مشکلات خاص خود داره. اما نقطه‌ای که خیلی در خور دقت هستی که در شرایطی که ما قرار میگیریم در مثل افغانستان، وقتی ما میگیم که او مشکل داره، او مالیاتی که میآید مشکل داره، اینجا هم ما به خاطر پیشبرد نظام، به خاطر حفظ نظام سیاسی، به خاطر تأمین ثبات و امنیت و مسائل دیگر
نمیتونیم از عواید خود نظام خود مدیریت بکنیم. چالش ها به انواع مختلفش وجود داره. در چنین یک شرایطی شاید حالت مخمسه باشد افغانستان. حالتی که فعلا افغانستان در او قرار داره. اگر امی مسائل نباشه بدیل یزی مرگ است به افغانستان و بدیلش نابودی است. در چنین شرایطی بهتر است که روی این مسائل جزئی زیاد باید ما دقت نکنیم و زیاد جستجو نکنیم. در آیاتی از قرآن کریم میاد لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. در سوره سوره مائده میاد غالبا آیات دوم یا سوم است. لا تسألوا یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا، ای کسانی که شما مؤمن هستین سوال نکنید، عن اشیاء از بسیار چیزها. اینجا هر قدر که ما جستجو بکنیم و هر قدر که پژوهش بکنیم روی عواید فعلی افغانستان که از کجا میاد به کجا به مصرف میرسه، قرآن کریم میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. اگر بر شما وانمود شود و واضح شود سوال پاسخ گفته شود، باز شما او را ناپسند میبینید و به مصلحتتان نمیباشد. در شرایط فعلی به خاطر ازی که بدیل دیگری نیست جز نابودی و جز مرگ افغانستان، به این خاطر این شرایط باید تحمل شود. از نقطه نظر شرعی و از نقطه نظر عقلی ما مکلف بایستیم که تلاش بکنیم و سعی بکنیم، کار کنیم. کار و سعی و تلاش ما همش عبادت است برای اصلاحات اجتماعی، برای اصلاحات سیاسی گسترده در قالب فردی، در چوکات حزبی و گروهی صادقانه بره کشور خود کار بکنیم، برای وطن خود کار بکنیم. و این کار کردن برای ملت، برای وطن عبادت است از نقطه نظر شرعی، تا ما از این حالت مخمسه و از این حالت بدبختی که به او مواجه هستیم برایم. بهتر این هست که روی این نقطه بیشتر ما بپیچیم. البته از این عواید کسی که پول به دست میاره، حج میره یا مسائل دیگر میکنه، او به خداوند متعال بستگی داره که موارد خاص است. البته که هر یکی ما نمیتونیم گفته تمام عوایدی که فعلا ماشی که پرداخته میشه برای معلمین، برای سربازان قوای مسلح یا برای کسان دیگری، همه از این امو پولیست که از منابع غیر مشروع و از کشورهای غربی محصول گرفته شده یا مالیه گرفته شده اینجا آمده، او را ما نمیتونیم تثبیت بکنیم. به خاطر تسامح یا چشم پوشی در اینجا بهتر است. بله. سلام علیکم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. تماس ما متاسفانه قطع شد. در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاید که والله لا یؤمن، رابطه ایمان البته با اخلاق، والله لا یؤمن. سه بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوگند یاد میکنه که والله لا یؤمن، سوگند به الله متعال که مؤمن کامل شده نمیتونه، مؤمن کامل شده نمیتونه و مؤمن کامل شده نمیتونه. قیل من یا رسول الله، گفته شد کی است تو یا رسول الله که مؤمن کامل شده نمیتونه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الذی لا یأمن جاره بوائقه، شخصی که همسایش از آزار و اذیتش مسئول نمیباشه. مسلمانی که همسایش، همسایه مشخص نشده، تعریف نشده که مؤمن، همسایه یهود، همسایه هندو و همسایه غیر مسلمان یا همسایه مسلمان، الذی لا یأمن جاره بوائقه، شخصی که همسایش از آزار و اذیت زبانی و فیزیکیش مسئول نباشه، او مؤمن شده نمیتونه. دین اسلام چنین یک دین است. سه بار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم اخلاق سوگند یاد میکنه به یگانگی ذات الله متعال که مؤمن شده نمیتونه. البته مؤمن کامل ما تفسیر میکنیم به خاطر مفهوم حدیث میست والله لا یؤمن، مؤمن شده نمیتونه. اما این از باب تهدید و از باب تعبیر مبالغه در تعبیر است که متوجه بسازه امت خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم که دین، دین رحمت است، دین همزیستی مسالمت آمیز است و دین تعاون و تکافل است، دین احترام گذاشتن است به همسایه. الذی لا یؤمن جاره بوائقه. و در حدیث دیگر میاد که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، کسی که به الله متعال و روز آخرت ایمان داره همسایه خود باید آزار و اذیت نرسانه. همسایه تنها و همسایه نیست که متصل به دیوار است، یکی همسایه است که متصل به دیوار، دیوار به دیوار با ما زندگی میکنه، یکی همسایه است که دورتر است و با
مسجد یا با کوچه ما همسایه است. یکی همسایه است که با ولایت ما همسایه است و یکی همسایه است که با کشور همسایه است. در مجموع آزار و اذیت در تمام سطوح از پایین تا بالا از نقطه نظر دین مقدس اسلام مردود است و سیاست اسلامی هم اساس و مبنایش به این است که منافع خود جستجو کردن با در نظر داشته عدم تعرض یا تعدی به منافع دیگران. در سیاست اسلامی اجازه نیست که منافع دیگران تهدید شوه و منافع ملی ما به دست بیایه یا منافع گروهی ما به دست بیایه. اما در سیاست جهانی امروز تأمین منافع ملی با وجودی که کشورها تهدید شوه، ملت‌ها نیست و نابود شوه، تأمین منافع مادی در سیاست امروزی مطرح است. این یک زایه و یک باور برداشت خیلی اسفباری برای بشریت است. در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم، مثل المؤمنین، مثال مؤمنان، کسانی که ایمان دارند، فی توادهم، در محبتشان، و تراحمهم، در مهر ورزیشان، و تعاطفهم، در عطوفت و شفقت با همدیگرشان، که مثل الجسد الواحد، مانند پیکر یگانه است، اذا اشتکا عضو منه تداعا له سایر الجسد، وقتی که یک عضوی به درد می آیه، احساس درد و بیماری میکنه، تمام جسد با او همراهی میکنه در تب و بیخوابی، تداعا له سایر الجسد به سحر و الحما، در تب و بیخوابی تمام وجود او را همراهی میکنه. اینجا دانسته میشه که محبت، مهرورزی، عطوفت، اینا هم از موضوعات اخلاقی است که با ایمان سخت گره خورده. مثل المؤمنین، مثال مؤمنان، انما المؤمنون اخوه، مسلمانان با هم برادر هستند. موضوع برادری یک موضوع اخلاقی است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، خطاب به تمام مردم هم اثبات پیوند انسانی است که یک موضوع اخلاقی است. احادیث دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میایه که انشاءالله در یک جلسه دیگر روی احادیث به تفصیل صحبت میکنیم. از توجه و همراهی شما علاقمندان گرامی برنامه یک جهان سپاس. تا برنامه دیگر که باز هم انشاءالله در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، هر یک تانه به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم.